با نام خدا، سلام، صبح بخیر. من مهدی طهانی همراه با شما برنامه شمارش معکوس بازار امروز یک شنبه 15 فروردین ماه سال 1400 رو از استودیوی بورسان تهران آغاز میکنم. میخواییم بریم صحبت بکنیم با آقای علی سعدوندی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، و از ایشون در مورد یک سری آمارهای بسیار مهم در این شرایط نوسانی بازارها پرسجو کنیم. سلام، صبح بخیر آقای سعدوندی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و اینجا هستید. سال نوتون هم مبارک باشه. جناب آقای سعدوندی، نرخ تورم سال 99 نقطه به نقطه اعلام شد، 48.7%. نرخ تورم خوراکی ها که خیلی به نظر میرسید دولت سعی میکنه که تورم در اون قسمت اتفاق نیفته به خاطر مسائل معیشت، اون هم در بهمن ماه یه دفعه کشید بالا و شرایط خاصی شد. آیا این نرخ تورم، این اعداد و ارقام مورد انتظار شما بود؟ سلام عرض میکنم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز شما. درست فرمودید، نرخ تورم متاسفانه شاید اولین بار در کشور هست در طی چند دهه گذشته که ما نرخ تورم مجدداً افزایش پیدا کرده. یعنی معمولاً اینطور بوده که نرخ تورم هر چند سال یک بار همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم هم افزایش پیدا می‌کرد، بعد افزایش نرخ ارز متوقف می‌شد، نرخ تورم هم پس از اون متوقف می‌شد و وارد شرایط عادی می‌شدیم. چند سال مجدداً فنر تورمی و فنر ارزی انباشته می‌شد و باز رها می‌شد. اما اتفاقی که در سال 99 افتاد اتفاق ویژه‌ای بود. اولا که هیچ کس شاید از کارشناسان پیش‌بینی نمی‌کرد که نرخ مسکن افزایش پیدا کنه، قیمت‌های مسکن افزایش پیدا کنه، ولی این اتفاق مجدداً افتاد و در سال 99 قیمت مسکن اتفاقاً افزایش خیلی شدیدی هم پیدا کرد. پس از اون شما ملاحظه فرمودید که نرخ ارز هم افزایش داشت. بعد از اینکه نرخ ارز کاهش هم یک مقدار پیدا کرد، باز روند افزایش نرخ تورم ادامه پیدا کرده و کاملاً شما به درستی فرمودید که اتفاقی که افتاد پس از اون این بوده که متأسفانه نرخ تورم اوراق یا نرخ قیمت ارزاق متأسفانه بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده. یک دلیل این میتونه سیاست‌هایی باشه که در واقع یک مقدار انتقال‌های مالی به اقشار پایین‌تر جامعه اگر صورت بگیره و از اون طرف اگر تخصیص ارز صورت نگیره، این حالتی که کشور ما داره، خب طبیعی است که قیمت ارزاق بیش از حد افزایش پیدا کنه. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. میانگین خلق نقدینگی در 10 سال گذشته به صورت سالانه در ایران 27% بوده. سال گذشته این عدد به محدوده 40% هم در برخی از مواقع سال رسید. فکر میکنید برای سال 1400 خلق نقدینگی در اقتصاد ایران چند درصد داشته باشیم و فکر میکنید در این زمینه چه عددی باشه؟ پارسال روزانه حدوداً 2200 میلیارد تومان نقدینگی خلق شد. فکر میکنید سال 1400 ما شاهد به طور میانگین روزانه چه میزان خلق نقدینگی باشیم؟ بله، ببینید، کاملا باز درست فرمودید که متاسفانه علارغم همه شعارهایی که داده میشد، وضعیت رشد نقدینگی ما و رشد پایه پولی ما در سال 1399 به مراتب بدتر از سالهای گذشته و دههای گذشته بوده است. خب این یک مقدارش به خاطر توصیه هست که بالاخره برخی از اقتصاددانان ما انجام میدن، کارشناسان اقتصادی ما انجام میدن، و اگر خاطرتون باشه یک بسته کرونایی در ابتدای سال توسط اقتصاددانان ارائه شد که این بسته کرونایی در واقع نرخ سپرده قانونی رو کاهش میداد و توصیه میکرد که از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. یک مقدار گذشت تا اقتصاددانان پذیرفتند که اگر قرار هست کسری بودجه تأمین بشه، بهترین راه محل تأمین کسری بودجه اوراق هست. متأسفانه این قضیه صورت نگرفت و شما به درستی فرمودید که نرخ رشد نقدینگی ما از کریدور 30-40 سالی خودش متأسفانه خارج شد. برداشت من این هست که در سال 1400 با توجه به بودجه انبساطی تورمی که داریم، همون روند سال
1399 ادامه پیدا کنه. من منظورم از روند این نیست که اون مبلغ مثلا 2500 هزار میلیارد تومان در روز همون مقدار میماند، بلکه احتمالاً یک افزایش 50 درصدی داشته باشه و ما بیش از 3500-3700 میلیارد تومان در روز نقدینگی رشد نقدینگی داشته باشیم. خب جناب آقای صدونده، این بیش از 3000 این عددی که گفتین اقتصاد رو نابود نمی‌کنه؟ یعنی اینکه این پول کجا میتونه بره؟ اگر ممنون میشم راجع به این توضیح بدید. نه نابود نمی‌کنه. ببینید دلیلش این هست که ببینید اون ما خیلی عجیبه برای من، یه چیز داریم در اقتصاد به نام توهم پولی. خیلی من می‌بینم این موارد اتفاق می‌افته در تحلیل‌ها. ببینید 3500 هزار میلیارد تومان یعنی مثلا یه چیزی حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 200 میلیارد تومان تولید نقدینگی در یک سال. بیس نقدینگی ما در ابتدای سال 1400 بوده مثلا یه چیزی حدود 3.5 میلیون میلیارد تومان. دقت می‌فرمایید؟ یعنی شرایط خیلی متفاوت از شرایط سال 99 نخواهد بود. ما در سال 99 متاسفانه خیلی ضعیف عمل کرده سیاست گذار. به نظر من همین شرایط سال 99 ادامه پیدا میکنه. تورم های بالا، ببینید تورم ما تورم واقعا وحشتناکیه. تورم 50%، حالا میخوایم توجیهش کنیم میگیم 50% نیست، 48 خورده است. نه خب این همین 50% است. این تورم خیلی بالایی است و متاسفانه این شرایط در سال 1400 هم ادامه پیدا میکنه. نه اینکه اقتصاد فرو بپاشد، اما شرایط خوبی نیست و به راحتی قابل اصلاح هست این شرایط امروز. یعنی به راحتی وضعیت تورم قابل اصلاح است. در عرض 6 ماه میتوان متغیرهای پولی رو معکوس کرد، در عرض یک سال و نیم میتوان بازار سرمایه رو به یک مسیر رشد بلند مدت هدایت کرد. ولی متاسفانه حاصل کل تعاملات کارشناسان اقتصادی از یک طرف، سیاستگزاران اقتصادی کشور از طرف دیگر و فعالان بازار سرمایه متاسفانه و مخصوصا بودجه ریزان، قانونگذاران، همه اینها، این تعامل اینها متاسفانه شرایط پایداری رو ایجاد کرده، شرایط پایدار تورمی. خب میگن ریشه تورم خلق نقدینگیه و میگن ریشه خلق نقدینگی کسری بودجه دولت هاست. میخوایم راجع به کسری بودجه دولت صحبت بکنیم. من از قصد سوالاتم رو از ته به سر پرسیدم که از انتها به ابتدا پرسیدم. خب در مورد بودجه دولت، سال گذشته دولت هر کسری بودجه ای داشت، به هر حال تونست با فروش اوراق بدهی، با فروش سهام، با مالیات و همچنین در آخر کار با اون اعلامیه‌ای که بانک مرکزی داد، با پولی کردن کسری بودجه، یعنی تسعیر دارایی‌های غیر قابل دسترسی که در خارج از کشور داریم در داخل کم و عملا پولی کردن کسری بودجه میشه، به هر حال بودجه رو بپوشونه دیگه، یعنی که اون دولت بتونه کشور رو اداره بکنه. امسال به نظر میرسه کسری بودجه ما حتی با فروش نفت، حتی با فروش 2 میلیون بشکه‌ای نفت هم کم نباشه. فکر میکنید در اون زمینه چه اتفاقی بیفته؟ ببینید الان باز یک تحلیلی رو اینجا فرمودید که این 50 سال است این قضیه ادامه پیدا کرده. ببینید درآمد نفتی ما کاملا 100% کسری بودجه است. یعنی فرقی نمیکنه شما نفت بفروشی و پای پولی ایجاد کنی یا نفت نفروشی پای پولی ایجاد بکنی، هیچ تفاوتی نداره که شما از صندوق توسعه ملی برداشت واقعی داشته باشی و کس پای پولی ایجاد بکنی یا برداشت واقعی نداشته باشی و پای پولی ایجاد بکنی، هیچ تفاوتی نداره که استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشته باشی یا بیای اون ارزی رو که قبلا به بانک مرکزی فروختی نرخ تسعیرش رو تغییر بدی از این طریق پای پولی ایجاد کنی. مشخصا تمام اینها ابزاری بوده برای ایجاد پای پولی. ببینید ما طولانی ترین دوره تورمی رو در طول تاریخ بشریت داریم. دقت فرمودید؟ یعنی در گینس میتونیم ثبت کنیم. فقط کافیه دولت ایران یک نامه به گینس بفرسته، میان راستی آزمایی میکنن، ثبت میکنن ایران طولانی ترین دوره تورمی در طول تاریخ جهان رو داشته. چرا این اتفاق افتاده؟ چون برداشت ایرانی این هست که اگر شما نفت رو فروختی، ارز حاصل از فروش نفت رو میتونی به پای پولی تبدیل کنی و از این طریق در اقتصاد توسعه ایجاد کنی. برداشت اقتصاددانی که درس خونده، که آگاه هست، این است که کاملا معکوس این هست. یعنی اگر که شما نفت فروختید و تبدیل به پای پولی کردید، از یک طرف تورم ایجاد کردید
بعد مجبور میشید برای کنترل تورم ارز پاشی کنید، ارز در اقتصاد تزریق بکنید. این ارز پاشی باعث میشه نرخ ارز بیا زیر نرخ تعادلی قرار بگیره. تورم رو کنترل نکردید هیچی، فقط فنر ارزی رو شما میفشارید و به واردات کالای خارجی سوبسید اعطا میکنید، یعنی بیماری هلندی ایجاد میکنید، طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو هم در کشورتون ایجاد خواهید کرد. بنابراین هیچ فرقی بین این که درآمد نفت داشته باشیم 2.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم یا نکنیم هیچ تفاوتی نداره. بودجه بسته شده که دولت رو و بانک مرکزی رو مکلف به پولی سازی کسری بودجه میکنند. من فقط یک بار، برای یک بار اگر که این درآمد حاصل از فروش نفت رو ما تحت عنوان کسری بودجه در محاسباتمون قرار بدیم و 50 سال گذشته رو مجدداً تحلیل کنیم، بسیاری از علامت سوال‌هایی که در طول این سال‌ها نامکشوف مانده، بدون پاسخ مانده، کاملاً پاسخش آشکار خواهد شد. بنابراین باز مجدداً عرض می‌کنم اینکه شما از هر طریقی ارز در اختیار دولت قرار بدید و دولت این ارز رو به بانک مرکزی بفروشد هیچ تأثیری در محاسبات ما نخواهد داشت. خب با این حساب فکر میکنید، حالا کاملا صحبت شما رو راجع به نفت قبول دارم، یعنی اصلا هیچ بحثی تو اون نیست، داریم این نتیجه رو در اقتصادمون میبینیم، ولی به هر حال اون نفته باعث میشد که دولت با اعتماد به نفس بیشتری بیاد و بخواد تو جامعه بگه آقا من دلار رو کنترل کردم و به هر حال حداقل چند سال دیگه باز این اقتصاد رو بخواد مدیریت بکنه. فکر میکنید اگر این فروش نفته کم بشه یا نشه، امسال دولت چه جوری میتونه؟ دوباره میره سراغ چاپ پول؟ یعنی فکر میکنید دوباره میره همون، ما اون اعلامیه آقای همتی و سال 1400 هم داریم که آقا چاره ای نداشتیم رفتیم پول چاپ کردیم؟ بله، ببینید اعلامیه آقای همتی هم به نظر من اعلامیه کاملا درستی بوده. ایشون اعلام کرد که یعنی ببینید آخر سال که نباید، من یک انتقاد دارم، آخر سال که شما نباید بیای بگی که من مجبور شدم. از ابتدای سال شما باید اعلام میکردی که کارشناسان اقتصادی، مردم عزیز متوجه باشید که ما داریم میریم به سمت پولی‌سازی کسری بودجه. ببینید تفاوتی که وجود داره، سوالو میتونید اینجوری بپرسید، چون ببینید هیچ فرقی نمیکنه، در قانون بودجه ما اومده که کسری بودجه رو از محل پولی‌سازی تأمین کنند. این رو مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، شورای محترم نگهبان تایید کرده. ببینید این سیاست رسمی کشور هست، پولی‌سازی، ایجاد تورم در سال 1400 سیاست قانون هست. اگر تورم ایجاد نکنیم خلاف قانون عمل کردیم. ولی سوالی که شما میتونید بپرسید به این صورت خواهد بود که اگر دسترسی به منابع ارزی دولت پیدا نکند چه تفاوتی دارد با اینکه دسترسی به منابع ارزی پیدا بکند؟ پاسخ این هست که اگر دولت دسترسی به منابع ارزی داشته باشه، دولت سعی خواهد کرد از طریق ارز پاشی، از طریق بالاخره ارز 4200، از طریق اعطای یارانه به ارز یا اعطای یارانه به کالاهای اساسی، سعی میکنه به صورت مصنوعی در کوتاه مدت تورم رو کنترل کنه. اون هم نه تورم کالایی که کل کالاهای جامعه، تورم کالای وارداتی رو کنترل میکنه. قیمت کالای وارداتی رو افزایش نمیده، چون قیمت ارز در کوتاه مدت شما میتونید قیمت ارز رو سرکوب کنید. پس تفاوت این هست که اگر دسترسی به منابع ارزی پیدا بشه، از طریق ارز پاشی در کوتاه مدت میتونیم یک کنترل تورم مصنوعی در جامعه به وجود بیاریم. خب من این سوالی که شما فرمودید تا حدودی مربوط میشه به این سوالی که میخوام الان از شما بپرسم. ما الان خدا رو شکر فضای مذاکرات برجام رو داریم، مذاکره و تعامل با هر کشوری در دنیا برای کشور ما میتونه مفید باشه، سند 25 ساله با هر کشوری در دنیا میتونه برای کشور ما مفید باشه، البته قراردادهای ذیل اون اسناد برای مردم خیلی مهمه که حتما باید اون قراردادها برای مردم شفاف بشه اگه قراردادی داره منعقد میشه. این وسط ما احیای برجام، نرخ تورم رو داریم، فکر میکنید این دوتا چه ربطی با هم دارن؟ عرض کردم ببینید ما اگر که من حتی وضعیت رو بدتر میبینم، خیلی راحت اجازه بدید خدمت شما صحبت کنم. ما اگر برجام دوباره برگرده، دسترسی منابع ارزی پیدا کنیم، ببینید مثل این میمونه که عرض کردم، شاید در برنامه شما یه بار قبلا عرض کردم، مثل این میمونه که پدر خانواده درآمد کسب میکنه، این درآمد رو صرف تخریب خانواده میکنه، صرف اعتیاد میکنه. اگر درآمد نباشه شاید اون اعتیاد کمتر باشه. ما اگر دسترسی به منابع ارزی پیدا کنیم، با سیاست های دولت فعلی سعی میکنیم نرخ ارز رو کاهش بدیم، حداقل اینکه بازار سرمایه ما تخریب میشه، حداقل اینکه تولید ملی ما تخریب میشه.
این سیاست فعلی ماست. آیا راه دیگر، یعنی ببینید ما کاملا اگر که ببینید اتفاقی که ممکن هست بیفته این هست که اگر ایران به برجام برگرده، دولت میتواند نرخ ارز رو، حداقل این است که همه مطمئنن که دولت میتونه نرخ ارز رو در همین نرخ تثبیت کنه کامل، یا اینکه کاهش بده، حتی میتونه شدیداً در کوتاه مدت نرخ ارز رو کاهش بده، مثل شرایطی بشه که در 598 بعد از پذیرش قطعنامه 598 در سال 1367 اتفاق افتاد که نرخ ارز به شدت سقوط کرد، بعد برگشت به حالت قبلی. دولت میتونه تا 3 ماه 6 ماه هر نرخ ارزی رو در این کشور اعمال کنه، منتها آیا این به نفع اقتصاد هست یا نه؟ اگر نرخ ارز تثبیت بشه یا کاهشی باشه، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. چرا؟ برای اینکه در کشور ما متاسفانه، این جای تاسفه که در کشور ما به رغم تمام کشورهای پیشرفته، در کشور ما نرخ ارز هست که لنگر اسمی تورم هست، نه نرخ بهره. اینها واقعیتاست که ما سعی کردیم در این سالها تغییر بدیم و موفق نشدیم. درست. و این مسئله باعث خواهد شد که انتظارات تورمی کنترل بشه. شما رشد نقدینگی خواهید داشت، چون رشد نقدینگی عرض کردم قانون شده، شما رشد نقدینگی رو خواهید داشت، تورم رو میتونید به شدت کاهش بدید از طریق لنگر اسمی ارز. به نفع اقتصاد نخواهد بود، به نفع بازار سرمایه نخواهد بود. امیدوارم این بار متفاوت عمل کنیم. خب من خیلی این سوال آخر رو کوتاه میخوام جوابش رو انشاءالله داشته باشیم، ولی خب سوال مهمیه. مسکن همونطور که فرمودید خلاف انتظار فعالان اقتصادی یه دفعه یه رشدی داشت. البته خب حجم معاملات و اینام خیلی مهمه که حجم معاملات به نسبت سال 98 خب حجم حدودا 30-40% پایین‌تر بود، یعنی با حجم معاملات اندکی این مسئله به هر حال اتفاق افتاد. ولی از نظر اقتصادی چطور میشه در بازاری که بازار سرمایه‌اش 6 ماه 7 ماه تحت فشار قرار بگیره، پیبری شرکت‌ها در محدوده 8 و حالا سهام بزرگتر در محدوده 5 و اینا قرار بگیره، این بر بازار سرمایه شدیداً تحت فشار، اون طرف در بازارهای موازی مثلا بازار دلار و اینا میبینیم رو محدوده 25 تومن 26 24 هزار تومن داره بازی میکنه، ولی یه دفعه مسکن میاد میشه متری 1200 دلار در تهران، یعنی تقریبا با دلار 30 تومانی داره قیمت میخوره. این رو چجوری میشه توضیح داد؟ ببینید همین مشکلات، ببینید الان مشکلات اقتصاد ما داره خیلی شدید میشه، چون من بعید میدونم هیچ کارشناس اقتصادی در کشور باشه که اطلاع داشته باشه و اعتقاد نداشته باشه که فعلا در بازار مسکن ما یک حباب بزرگ داریم. ما الان در بازار بورس اصلا حباب نداریم. فقط میفرمایید حالا یک مقداری میتونید بگید بعضی از شرکت‌های کوچک هنوز اوور ولیو هستن، هنوز قیمتشون بالاتر از قیمت تعادلی قرار داره، ولی به طور عمومی که نگاه میکنیم حبابی که در بازار مسکن هست خیلی حباب شدیدی است. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کردم خدمتون اصلا قابل پیشبینی نبود که در سال 99 مجدداً در واقع نرخ مسکن افزایش پیدا کنه. این حالا ببینید حالا ما میخواییم چه کار کنیم؟ ما میخواییم نرخ ارز رو کاهش بدیم. وقتی نرخ ارز رو کاهش میدیم حالا باید نرخ مسکن هم کاهش پیدا کنه. یک دلیلی که نرخ مسکن افزایش پیدا کرده این هست که همراه نرخ ارز قیمت‌های مسکن هم افزایش پیدا کرده. منتها خب نرخ مسکن همه میدونن قیمت مسکن چسبندگی داره دیگه، بالاترین چسبندگی رو داره، کمترین نقدپذیری رو داره. بالاترین نقدپذیری هم کجا داره؟ بازار سرمایه داره. دقیق می‌فرمایید، یعنی خب حالا چه میشه؟ قیمت چسبندگی داره، بازار مسکن وارد رکود میشه. شما به درستی فرمودید، حتی علارغم اینکه نرخ مسکن افزایش پیدا کرد در سال 99 ولی رکود حادث شده در بازار مسکن. کاملا واضح هست که ما در بازار مسکن وارد یک فرایند رکودی شدیم. اینها وضعیت رو خیلی بغرنج میکنه. شما میخوای مثلا تورم رو کنترل کنی، بازار بورس رو در واقع بالا ببری یا بازار بورس رو تقویت کنی، یکی از کارهایی که شما باید انجام بدی این هست که بخش مسکن رو تقویت کنی، ولی با شرایطی که قیمت مسکن خیلی بالاتر از قیمت تعادلی قرار گرفته، خب به راحتی نمیتونی بخش مسکنت رو تقویت کنی. ببینید اینها دیلما هست. الان ما وارد معماهای اقتصادی شدیم که به راحتی دیگه قابل حل نیستن. متاسفانه همونطوریه که شما دارید میگید آقای سعدوندی، و از نظر اقتصادی هم شرایط به نظر میرسه که کم کم داره از سمت قابل تحلیل به غیر قابل تحلیل میره. معماشو و جوابشو در مسائل سیاسی کم کم پیدا بکنیم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو امروز پذیرفتید. ان شاء الله سال و روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار. خداحافظ.